درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب دوستان، امروز هم برای دومین روز متوالی، یا بهتر بگیم سومین روز متوالی، شاهد یک کندل قرمز در شاخص کل بودیم. البته خب کندل های دیروز و امروز یه مقداری اندازه بزرگتری دارند و خب این دیگه برمیگرده به اخبار جنگی که منتشر شد و ترور سید حسن نصرالله، که البته دیروز بعد از اینکه من برنامه را ضبط کردم تایید شد توسط حزب الله. و خب عرض کنم خدمتتون که دیروز یه جورای خبر پیشخوری شد برای بورس و امروز هم که دیگه خود خبر بود. البته دامنه نوسان کماکان یک بود و عرض کنم خدمتتون یه تفاوت‌های، البته من فکر می‌کنم در بازار دیروز و امروز میتونیم پیدا بکنیم. البته خیلی فاحش نیستن که بگیم خیلی تفاوت چشمگیری هستش، ولی باز هم روزنه امیدی میتونه باشه که امیدوار باشیم بعد از چند روز یا یه آرامش نسبی برقرار بشه مجددن و حرکت از نو گرفته بشه. البته باز این برمیگرده به شرایطی که در روزهای آینده از نظر سیاسی و جنگی خواهیم داشت. یکی از دلایل این که امروز یه ذره این یخه داره آب میشه به نظر من نسبت به دیروز. ببینید این نمودار تحرک قیمتیه، امروز حدود 600 نماد ابتدای بازار، وقتی که بازار باز شد 586 نماد منفی، 227 مثبت. ولی هرچی به سمت انتهای بازار نزدیک شدیم، تحرک قیمتی به نفع سبزها شد و دقیقا در ساعت 12:29 دقیقه بود که یه لحظه سبزها تعدادشون بیشتر از قرمزها شد و انتهای بازار 422 به 408 به نفع سبزها این به پایان رسید. همین جریان رو ما در باز شدن صفای فروش امروز دیدیم. امروز با تقریبا 509 نماد 511 نماد هم تا بوده 511 نماد ما در ساعت 9:06 دقیقه در صف فروش مواجه بودیم، ولی نصف این صفها تقریبا میشه گفتش آب شدن و به 382 صف فروش کاهش پیدا کرد تعداد نمادهای ما. مثل یک یخی میمونه که در یخچال داره آب میشه، نه یه یخی که توی هوای گرم آب بشه، یخی که در هوای سرد داره آب میشه میتونیم تشبیه بکنیم. و خب عرض کنم همین بالاخره میتونه یه نشانه خوبی باشه که اگر یک کم هوا گرمتر بشه، اون موقع ما بتونیم شاهد یه تغییراتی باشیم. شاید مهمترین دلیلش این باشه که پس از اینکه خبر اعلام شد، خیلی واکنش تندی از سوی مقامات ایران و مسئولین ما نبود. یعنی حرفی از متقابل به مس کردن، انتقام گرفتن یا انجام عملیات از سوی ایران ورود کردن به جریانی ما خوشبختانه نداشتیم و همین قضیه باعث شد که امروز یه مقداری بالاخره این یخه کم کم شروع کنه به آب شدن برای صفحه فروشی. البته خب زمان میبره، این طبیعی هستش که مخصوصا با وجود اینکه دامنه ها منفی یک شده از دیروز تا حالا. الان فکر رو بکنید، ما دیروز تا حالا دو روز منفی خوردیم، نهایتا یه نمادی 2% منفی خورد. در حالی اگر که نمادها منفی مثبت 5 بودن، مثلا یه 2-3 ماه قبل بود جریان، فکر رو بکنید تو همین دو روز ما 10% منفی خورده بودیم و راحت هم میخوردن همشو. بنابراین این که الان این حالت رو داشته باشیم در بورس و چند روزی هم منفی باشه، مثلا 5 روز منفی باشه یه منفی 5 بخوریم، این کاملا طبیعی هستش. این معادل یک روز خبری خواهد بود و یه جورایی بالاخره بورس را فعلا حفظ کرده دولت که یک ریزش ناگهانی در بورس رخ نده، تا ببینیم کم کمی اوضاع چه اتفاق براش میفته و به کدوم سمت و سو میره. بالاخره حرفا و نقلها اتفاقات روزهای آینده مهم میتونه باشه. تعداد نمادهای منفیمون هم امروز کار خودشون را با تقریبا 722 نماد شروع کردن، ولی انتهای کار به 607 نماد رسیدن
مخصوصا ساعت 12:30 یه مقداری این شیب فرو ریختن قرمز ها بیشتر شد. 12:29 یه حرکت جالبی بود دیگه، یعنی یهویی یه سری عظمات ها با همدیگه در ساعت 12:29 صفحه فروششون باز شد. البته خروج پول حقیقی ادامه داره، امروز بیشتر از دیروزه، بالای 1,000 میلیارد تومان، 1062 میلیارد تومان امروز حقیقی ها از بازار خارج کردن که 388 میلیارد تومنش به صندوق های درآمد ثابت وارد شد امروز. و همونجوری که مشاهده میکنید وضعیت گراف خیلی بهتر از دیروز هستش. البته ابتدای بازار تا شاید نیمه بازار هم حدود 9 درصد بودن سبز ها، ولی هرچی جلوتر رفتیم این گراف ما به نفع سبز ها جلوتر رفت و نمادهای سبز اینجا تعدادشون بیشتر شد. البته هنوز نصف نمادهای قرمز هستند در محدوده البته 0 تا -1 و 0 تا 1 مثبت، اینا 497 تومن، 250 تومن این طرف داریم. ارزش معاملات خرد 3.9 هزار میلیارد تومن نسبت به خودش من فکر میکنم که عدد خوبیه، چون با دامنه نوسانی 1 یه جورایی این عدد عدد خوبی را داره نشون میده. 3.9 اگه 3 بود ضرب در 3ش باید میکردین و بعدا نزدیک 4 دیگه، 12 خیلی عالی میشد. این نشون میده که امروز خیلی ها بالاخره خریدها را انجام دادن، حالا شاید حقیقی ها نباشن ولی حقوقی ها در این قیمت ها خریدن در بازار و یه مقدار ارزش معاملات بالا اومده. نمادهایی که از منفی به مثبت هم رفتن که میبینید تعداد 153 نماده که آمارشون تقریبا نسبت به اونهایی که از مثبت به منفی رفتن 5 نماده خیلی بیشتره. حتی خب اغلب نمادها در هم منفی بودند و در هم منفی هم باقی موندند و شاید به خاطر این تعداد این طرف کمه، ولی مهم اینه که بالاخره 153 نماد تونستن خودشون رو امروز به این طرف جدول بکشن. اینها تفاوتایی که با بازار دیروز داریم. بالاخره بازار دیروز یه مقداری مبهم بود از این لحاظ که خب شاید خبر ترور صحت نداشته باشه، چون ادعای اسرائیلی ها بود و تایید نشده بود خبر. بالاخره تایید نشدهش هم تأثیر گذاشت روی بورس ما دیگه، ولی امروز که دیگه خبر تایید شد و از طرفی هم خیلی اتفاق خاصی از نظر حالا انتقام گیری و درگیری و این چیزا نبود، میبینیم که یه ذره تغییراتی بالاخره داریم مشاهده میکنیم. بیشترین خروج پول از گروه فلزات اساسی خودرو بانکی پتروشیمی نفتی دقیقا شاخصاس ها اتفاق افتاده. بیشترین ورود پول حقیقی به گروه های صندوق ها کانی های فلزی خورده فروش یا عرضه برق بوده. در هر حال من فکر میکنم که زمان ببره دیگه، یعنی این هفته رو ما خیلی نواست روی بورس حساب بکنیم. سرانه فروشمون هم که خب بیشتر سرانه خرید 52-40 هم کار خودشون رو تمام کردن. البته امروز شاهد عقب نشینی قیمت دلار هم به اندازه حالا 2300 تومان بودیم. پیرو این قضیه سکه هم تقریبا میشه گفت 1,300,000 تومان پایین اومد و در حال حاضر 46,390,000 تومان داره معاملات سکه انجام میشه در بازار و همین قضیه باعث شد که بیت کوین، یعنی پایین اومدن قیمت تتر باعث شد که بیت کوین هم کانال 4 میلیارد تومان رو دور از دست بده. البته خیلی بهش نزدیکه، 3 میلیارد و 995 میلیون تومان دیگه در لب مرز قرار گرفته و اگر که حالا فردا بیت کوین باز قیمتش بالا بره احتمال داره که ریالیش بیشتر از این قضیه هم رشد را نشون بده. امروز صندوق های طلا هم منفی بودند و یه جورایی میگم بالاخره این استنباط بازار از اینکه جنگ میشه یا نمیشه خیلی مهم هستش دیگه. الان یه جورایی شاید اگر که صحبت ها تند می بود دیروز تا حالا و مثلا حالت های جنگی می گرفت، حالت انتقام می گرفت، خط نشون کشیده می شد،
یه جورایی امروز یه رقم میخورد که اینها دوباره مثبت باشن، ولی در حال این اتفاق نیفتاده و ببینیم که چه اتفاقی میفته در طول هفته. امیدوارم که واقعا اتفاقات خوب رقم بخوره. نقشمون هم که مثل دیروز خاکستری رنگش، علتش همینه که خب فعلا تا منفی یک رو بیشتر نداریم. اگر که بیشتر میبود که خب قطعا همش قرمز میشد، خاطر اینکه همه اینها تقریبا توی منفی 1% گیر کردن فعلا، و این هم وضعیت شاخص هموزنه که مانند شاخص کل اصلاح رو داره بهمون نشون میده. و در نهایت فکر میکنم که ارزش دلاری بازارم خیلی تفاوتی البته نکرده، از 142 به 141 میلیارد دلار فعلا اومدیم. و خب عرض کنم که با وجود همه این حرفا خوب حفظش کردن، یعنی یه جورایی اجازه ندادن که خیلی ریزش شدید باشه به علت کاهش دامنه نوسان. خب تشکر از دوستانی که برای ما کامنت میگذارن. آیدی کاظم گفتن که نظر شما در مورد طلا و دلار تا آخر سال چیه؟ تا آخر اسفند به قیمتشون به چی میرسه؟ خب قطعا بحث اومدن ترامپ خیلی تاثیرگذار داره رو قیمت دلار در ایران، اگه منظورتون دلار در ایران هستش. چون اگر ترامپ بیاد قطعا ما یه جهش قیمتی رو در دلار تجربه خواهیم کرد و شاید حتی تا مرز 100 تومن، حالا 90 تومن 100 تومن اینجاها به راحتی بالا بره با اومدن ترامپ. اگر ترامپ نیاد یک حرکت حالا افزایشی بلند مدت رو میتونیم براش داشته باشیم، مثلا تا آخر سال به 70 برسه، سال آینده 80 بشه، همینجور آروم آروم پله پله جلو بره دیگه. بسیاری بالا این خبر داره. طلا هم خب یه سرش جهانیه، الان طلای جهانی هم خب روی بحث جنگ داره میچرخه دیگه، بلا فاصله تا جنگ میشه افزایش قیمت رو داریم. الان این دو روز بازارهای جهانی تعطیل بودن، وگرنه احتمال داشت که اگر دیروز و امروز بازارها باز باشن اونس جهانی عدد 2700 دلار رو هم بزنه. و خب ما این هفته کاهش نرخ بهره سوئیس را داشتیم، از 1.25 صدم به 1 کاهش پیدا کرد. حدود دو هفته قبل کاهش نرخ بهره آمریکا را به اندازه 0.5% داشتیم و همه اینها باعث بالا رفتن قیمت طلای جهانی خواهد شد. کم کم بقیه هم شروع میکنن، یعنی حالا بقیه کشورهای اروپایی هم این برنامه رو دارن، غیر از ژاپن که فقط میخواد افزایش نرخ بهره بده. یعنی حالا روزی که ژاپن افزایش نرخ بهره میده احتمالا طلای ریزش داره. و عرض کنم که من فکر میکنم به صورت آرام طلا سعودی خواهد بود از نظر جهانی. حالا جنگ ها هم که بیاد وسط یه ذره کاتالیزور میشه، سریع ترش میکنه، و ولی کلن طلا فعلا سعودی هستش. دوستو میگن که یعنی مردن نسل‌ها بر روی بورس تأثیر بذاره، که دوست آقای علی گفتن بله به همین خاطر چند روز پیش کلن نقد کردن. البته نگران نباشین دوباره عادی میشه اوضاع، که خب بله فعلا فکر کنم چند روزی بایستی صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. تشکر از دوستان که برای ما پیام گذاشتن. دوستان میگن تحلیل در مورد جنگ کاملا درسته و ادامه جنگ برای ایران حماقت است. امیدوارم همینجا از بدتر شدن اوضاع پیشگیری بشه، که خب ما واقعا امیدواریم همین اتفاق بیفته. تشکر از همه دوستانی که برای ما کامنت میذارن. امیدوارم که روزهای آینده در حال این تنش ها هم تمام بشه و شاهد بازگشت حقیقی ها به بورس باشیم. یکم اگه خیالشون راحت بشه برمیگردن، ولی خب بالاخره حق بدید که کسانی که الان تو این دو روز میان بفروشن میبینن که اصلا تو صفحه فروش نمیتونن بفروشن و یه جورایی بالاخره مشکل براشون ایجاد میشه، یه مقداری دلچرکین بشن از بورس. امیدوارم که زودتر این قضیه تمام بشه و دامنه نوسان هم زیاد بشه تا سریعتر این روزها جبران بشه. نه اگر اوضاع به شرایط عادی برگرده و فکر کنیم مثلا ما 3 تا 4 تا 1% منفی بخوریم بعد شرایط عادی بشه،
دامنه نفسان مثلا بکنم اون 3% نکنندم 5 بکنن 3%، یه دونه دو تا 3% بخوره همش جبران میشه. یعنی مثلا اون یه هفته ما که قرار 5-6% بیاد پایین، با 2-3% راحت میره بالا. و من فکر کنم فعلا این شرایط محتمل ترین اتفاقی که میتونه بیفته همینه. یعنی الان 4-5 روز با منفی باشیم، 5-6% بیاد پایین، تا اینجا بیاد پایین، بعد اوضاع عادی بشه، دو روز همش جبران بشه، با دامنه نوسانی 3% یا حالا بیشتر بتونه حرکت خودش رو آغاز بکنه. ممنونم که توجه کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.